27 و من نکته به نکته اینها رو نیز اعلام میکنم نسبت به آیاتی که خونده میشه. اطمینان در خداوند. آمین. خداوند نور من و نجات من است. سپس پس میخوام به 8 نکته بپردازم. اگر در طول موعظه برای پرویز عزیزم امکان پذیر بود اون 8 نکته رو میتونم بذارم، عجله‌ای نداریم که این 8 نکته رو شما میتونید عزیزان داشته باشید. پس آنچه را که داره نویسنده اعلام میکنه نسبت به این که اطمینانش به اینه که خدا نورمونه، پس به اون آگاهی میده، به اون حکمت میده. آیا این اعتماد رو داری؟ پس قدم اول این است که بیاندیشم به شناخت خدا، به معرفت خدا که اون آگاهی من است، که اون آرامش من است، که اون قوت و توانایی من است و ملجای جان من هستش. همون گونه که در انجیل متی 13:22 میخونیم، اعلام میکنه اندیشه های این جهان کلام را خفه میکنه، خبرهای بد هوشیار باش، وزنه فکرت رو بیشتر از اندازه به اخبار دنیا نده که باعث ترس تو بشه. اما اول پتروس 5:7 زیبا میگه، اعلام میکنه تمام اندیشه های خود رو به مسیح واگذار کن، چرا که وقتی اندیشه مسیح میاد در مسیر عشق میاد، در مسیر محبت میاد. نویسنده اعلام میکنه اندیشه او معمار و آفریننده است، میتونه راه رو باز کنه، میتونه معماها رو حل کنه، میتونه رفع مشکل کنه، ولی زمانی که ترس و نگرانی غالب میشه متاسفانه به ما آسیب میزنه. بله؟ از کی بترسم؟ خداوند بر جای جان من است. آمین. از کی هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک شدند تا گوشت مرا بخورند. نکته بعدی این هست که بعد از بیاندیشم بشنوم از کارهای عجیب خداوند، بشنوم از گواهی هایی که هست که خدا چه کارهای بزرگی انجام داده. در مزمور 46 یک میخونیم، اعلام میکنه خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشه. تو رو توی جایگاهی قرار نمیده که بترسی و نگران باشی، میگه فوراً یافت خواهد شد. پس اون رو صدا کن و وقتی اون رو صدا کنی این رو مطمئن باش امیدی در قلبت هستش. همون گونه که عرض کردم و همه تجربه کردیم، دردها، رنجها، مشکلات هست، اما ترس باعث این خواهد شد که ما نتوانیم به خوبی رشد کنیم. خیام خیلی زیبا میگه، همه با این شعر آشنا هستیم که اعلام میکنیم، روزی که گذشت از اون یاد مکن. میگه افسوس گذشته رو نخور، شکستهای گذشته، پارسال چه اتفاقی افتاد، برای دیگران چه اتفاقی افتاد. امروز تو برای خدا ارزش خاصی داری، یونیک هستی. خودت رو نسبت به بدی‌های گذشته و نسبت به دیگران که آسیب بردن تو یک موقعیت قرار نده. روزی که گذشت از اون یاد مکن، فردا که نیامده فریاد مکن. چرا نگران فردا هستی؟ فردا هم تو دست خداوند هست، پس به دستان اون بسپار. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. خوش باش در کلام، خوش باش در حضور خدا، خوش باش با همین برنامه هایی که امروز میدونم کشیشای محترم امروز دارن به توسط تمام رسانه ها این خبر خوش و آرامش و امید و سلامتی رو به تو میدن. نه تنها میگم کلیسای پرستم مسیح، بلکه هر کلیسایی که چنین امکانات رو گذاشته از این امید پر شد، از این قوت بنا شد، در حضور خدا برو در دعا تا بتونی این برکت رو نیز بگیری. بله. یعنی خصمان و دشمنانم ایشان لرزیدند و افتادند. نکته سوم این هست که ببینم. پس بیاندیشم، بشنوم، حالا من باید ببینم. چی رو ببینم؟ چشماندازی از رویاها و وعده های خدا تا مبادا ترسان بشم، مبادا تو یک شرایطی قرار بگیرم که پر از
غرغر و شکایت بشم، پر از نگرانی بشم و آسیبی بخورم که نتونم از این موقعیت نجات پیدا کنم. در انجیل متا 9:23 میگه اگر میتوانی، اگر میتوانی ایمان آری، اگر میتونی ببینی، اگر چشمانداز تو این هست که رهایی پیدا خواهی کرد از ویروس کرونا، چشمانداز تو این هست که رهایی پیدا خواهی کرد از تمام مشکلات، چشمانداز تو این هست که مسیح میتونه کمکت کنه، به این میگن ایمان. اگر میتوانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن است. همه چیز برای تو ممکن هست. پس چرا ترس؟ پس چرا نگرانی؟ پس چرا آسیب؟ جوانی به خاطر بیکاری و شرایط بدی که داشت مدام شکست میخورد و هر بار که میرفت نزد مادرش میگفت این پدر ما هیچ ارثی نذاشت برای من، ولی همه میگن که سینی طلا ما داشتیم، اون سینی طلا کو؟ مادرم گفت اون یادگاری پدرت هستش، تو به اون کاری نداشته باش، تو برو خودت کار کن. و هر چند وقت یه باری جوان میومد و شروع کرد در باره این سینی طلا صحبت کردن. یک روز مادر سینی رو میاره و میگه اینم این سینی. پسر میبینه میگه من الان میرم با این یه سرمایه درست میکنم. وقتی که میره توی بازار، چون کسی قیمت رو نمیدونسته، بنابراین یه شخصی توی بازار میگه این تو دست من باشه، من این سرمایه رو به تو میدم. جوان این سرمایه رو میگیره و مشغول کار میشه و سرمایه میسازه و وضعیت مالیش خوب میشه. وقتی برمیگرده و این پول رو به برگردونه به اون شخص تاجر که توی بازار بوده، اون شخص میگه من میخوام این سینی رو از تو بخرم. میگه نه، این چون یادگاری پدرم هست نمیخوام بفروشم. میگه پس حداقل بذار ارزیابی کنیم قیمتش چنده. یک شخص کارشناس که نسبت به در از طلا اطلاعات داشته صدا میکنه و محک میزنه، میگه اصلا این طلا نیست، این رنگ طلا رو داره ولی طلا نیستش، این فلز طلا نیست و قیمتی هم نداره. پسر ناراحت میشه و سینی رو برمیداره میبره پیش مادرش. میگه مادر این که طلا نیست. مادر میگه من که نگفتم طلا است. میگه پس من که گفتم طلا است، تو هیچی نگفتی. گفت نخواستم به فکر طلاییت آسیب بزنم. ایمان داشته باش به مسیح، ایمان داشته باش که تو رو رهایی خواهد داد. این امید رو داشته باش، نذار کسی این ایمان رو از تو بگیره. اگر توی جهان مردم با خوشخیالی به جاهایی میرسن، چقدر بیشتر من و تو که به مسیح ایمان داریم، من و توی به خدای زنده یهوه ایمان داریم. بعد بفرمایید اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید، اگر جنگ بر من برپا شود در این نیز اطمینان خواهم داشت. نکته بعدی این هست که بخوانم. پس بیاندیشم، بشنوم، ببینم، حالا بخوانم. بخوانم کلام خدا، از کلام خدا تغذیه بشم. به طور خاص در این روزها هموطن عزیزم، چرا سرد و ناامید؟ چرا نگران هستی؟ چرا میترسی؟ چرا وقتتو میذاری تلف بشه؟ در انجیل یوحنا 5:24 میخونیم، اعلام میکنه آمین آمین به شما میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید بلکه از موت به حیات منتقل گشته است. کلام خدا رو هر روزه بخونید. میگه امروز کاری ندارم انجام بدم، برنامه هاتو بیشتر کن برای خوندن کلام خدا، وقت بیشتری برای کلام خدا بذار. ببین چقدر امید در قلب تو کاشته میشه، چقدر زندگی تو عوض میشه. میخوای چه کار کنیم توی این روزها؟ این روزهایی که دولت ها میگن مردم کمتر بیان بیرون، اگر ضرورت هست بیان بیرون. امروز دوستی من زنگ زد، یکی از هنرمندانی هستش در بین ایرانی ها که رضا سلانه میدونم اسمش رو میگم، شاید راضی نباشم، تماس گرفت گفت بعد رسول الان مدتی که من تو خونه هستم. گفتم خب همه همینطورم. گفت برای روی پوست من یه چیزایی اومده آبی و سبزه. گفتم چی شد؟ به دکتر زنگ زدی؟ گفت بله به دکتر زنگ زدم، به دکتر گفتم. بعد دکتر من گفتش که این از بس که تو خونه موندی کپک گرفتی. البته مزاح شوخیه. هموطن عزیزم، قرار نیست ما تو خونه بمونیم،
فکرمون کپک بگیره. هوشیار باشی. اتفاقا امروز در خانه هستی، وقت بیشتری با کلام خدا بذار. اتفاقا فکر کن چه کار باید میکرد. به طور خود تو ایمان داری که به مسیح ایمان داری، سال هاست در قلبت هست که توی گروه پرستش باشی. شروع کن با خادمین، با کسی که مسئول پرستش هست تماس بگیر، بگو من میخوام بیام تو گروه پرستش، میتونی کمکم کنی؟ با همین تلفن به من یاد بده. شما که برادرم در قلبت هست، کلامی رو به مردم بدید. میتونی با شبانانتون تماس بگیرید. شروع کنید کلام رو بیشتر خوندن، ادبیات مسیحی رو خوندن و شروع کنید اتفاقا از این فرصت خوب استفاده کردن که بتونید رشد کنید. نه توی جایگاه قرار بگیرید که بگی من ساکن هستم، کاری نمیتونم بکنم. تو میتونی کاری انجام بدی. تو میتونی دعا کنی، تو میتونی از روح خدا پر بشی، از عطایا پر بشی، میتونی به علم خودت اضافه کنی و شرایطی رو برای خودت درست کنی که این شرایطی رشد باشه. بعد بفرمایید. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید. نکته بعدی این هست که بدانم. من دوباره میگم بیندیشم، بشنوم، ببینم، بخوانم. حالا باید بدانم. چی رو بدانم؟ اراده خدا رو بدونم که اراده خدا چیست در زندگی من. من میدونم که اراده خدا نیکوست، تو هم میدونی اراده خدا نیکوست. پس اراده خدا رو بخواه هموطن عزیزم، از اون بخواهد اراده خودت توی زندگی تو چیه و تمام ذهنتو در اون مسیر نیست قرار بده. در مزمور 32 نیز اعلام میکنه خداوند شبان من است. 32:1 خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. هیچ چیز. اگر این رو ایمان داری بیست، این اراده خداست برای تو که تو محتاج به هیچ چیز نشی. شخصی توی یک دوراهی مونده بود و سر این دورایی یک چوب بینداخت بالا. یه نفر از کنارش رد شد، گفت ببینم چه کار داری میکنی؟ گفت هیچی، راستش توی این دورایی گیر کردم، نمیدونم این بر برم یا این بر برم. سر این چوبه رو بشتم علامت زدم، هر کدوم طرف قرار بگیره من از اون دور برم. گفت خب تو که 20 دفعه من دیدم انداخت این رو بالا پایین و چرا نرفتی اون را؟ گفت آخه من این را نمیخوام برم، من میخوام این را برم. اگه اراده خدا رو میخوایی، در اراده خدا عمل کن، نه احساس خودت، نه فکر خودت. متاسفم که خیلی موقعها ما روح القدس رو داریم، کلام خدا رو داریم، اما اراده خودمون رو جایگزین اراده خدا میکنیم. میگیم خدا به ما گفت، خدا این کار رو کردش، خدا خواست من این کار رو بکنم. بعد که خرابم میشه یه دلیل دیگه براش میبریم. اگر اراده خدا رو میخواییم، اراده خدا نیکوست و تو رو برکت خواهد داد. بله بفرمایید. که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم. آمین. پس نکته بعدی ششم، بمانم. بمانم در چی؟ بمانم در انتظار خداوند تا خداوند منو دستگیری کنه و مایوس نشم. و کلام خدا میگه هر کس تا انتها صبر کنه نجات پیدا خواهد کرد، به اون جایگاه درست خواهد رسید. در نامه عبرانیان 6:12 میخونیم که اعلام میکنه در زندگی روحانی دچار سستی و تنبلی نگردید، بلکه با شور و شوق فراوان از مردان خدا نمونه بگیرید، از رسولان خدا، از مردان و زنان ایمان که در طول کتاب مقدس و در طول تاریخ پیروزی هاشون رو دیدیم. مردانی که با صبر زیاد و ایمان قوی به تمام وعده های خدا دست یافتن، چرا که در این صبر توانستن نشون بدن به خدا اعتماد کردن، نترسیدن. پاسور نیزگان میکنه تحمل و بردباری بالاترین دلیری و جسارت هستش. و یک مثال عربی میگه امید و شجاعت دو الماس درخشانن که در تاج موفقیت دیده میشن. وقتی ما در صبر میمونیم، در تحمل میمونیم، ما پیروزی رو نیز کشف خواهیم کرد. بعد بفرمایید. تا جمال خداوند رو مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. آمین. بله. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت. آمین. و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. و پس این اعتماد رو داره، این اعتماد رو داشته باش، پیروزی خودت رو ببین. بله.
و الان سرم بر دشمنانم گرداگردم بر افراشته خواهد شد. قربانی های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواهد. آمین. نکته هفتم یعنی من بکوشم، تلاش کنم، بکوشم در خدمت به ملکوت خدا. همون گونه که عرض کردم عزیزان، از این شرایط استفاده کنید. امروز ما کلیسا داریم، تو که هموطن عزیزم داری این برنامه رو میبینی، شما عضو این کلیسا هستی. پس کلیسا تشکیل شده، کلیسا در و دیوار نیست. خدا رو شکر برای این تکنولوژی که خدا من اجازه داده تولید بشه برای رسوندن خبر خوشی. پس شما عضو کلیسای مسیح هستی، متعلقه به مسیح هستی. سکوت نکن، خبر خوش نجات رو بده روی رسانه ها، با تلفن به دوستانتون. اگر عزیزانی هستن توی ایران که امروز مبتلا به ویروس شدن و یه جای دیگه هستن، برای اونها دعا کنید، تماس بگیرید، با دلیل خبر خوش نجات رو بدید. چرا سکوت میکنید؟ سکوت نکنید، چرا که مسیحیت یعنی مسئولیت. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم، حتی اگر بگیم ما خادم نیستیم. چرا؟ شما خادم هستیم. و این رو بدونیم که مشکلات و سختی هایی که داره میاد میره دلیل نباید بشه که ما سکوت کنیم. شاعری زیبا میگه، اعلام میکنه: صد بار مرا زمانه در هم کوبید، هر پاره استخوانم از غم بوسید. تنها تو شدی، یعنی خداوند، تنها تو شدی بهانه بودن من. عشق تو بهاری شد و در من رویید. وقتی با خدا در تماس هستیم نمیتونیم بی تفاوت باشیم. تلاش کنیم کرد و خبر خوش نجات رو به دیگران به هر نوعی شده، روی فیسبوک، روی اینستاگرام خواهیم داد، با تلفن خواهیم داد، ولی سکوت هرگز نمیم کرد. بله؟ ای خداوند، چون به آواز خود میخوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده مرا مستجاب فرمان. آمین. دل من به تو میگوید که گفته ای روی مرا بطلبی، بله روی تو را ای خداوند خواهم طلبی. روی خود را از من مپوشان و روی خود را در خشم برمگردان. زمان زمان ملاقات با خداست. قبلا هم خداوند رو ملاقات کردی، شروع کن دوباره. از خداوند بخواه که با اون ملاقات تازه‌ای داشته باشی. در هر جایی باید هست. من امروز به عنوان یک کشیش نیز احساسم این هست، نیاز دارم خدا رو ملاقات کنم، ملزم بشم، از ترسام نیز خالی بشم، از نگرانی ها باید خالی بشم، چرا که مسئول یک کلیسا هستم، مسئول خادمینی هستم که در اینجا خدمت میکنم، مسئول خانوادم هستم، مسئول یک آفیس هستم، شبکه بینام امید جاودان هستم. واقعا این چه اتفاقی میافته اگر مردم نتوانن کمک کنن؟ این فکر منو اذیت میکنه که من چه کار میتونم بکنم. اما وقتی که میرم در حضور خدا، خداوند رو ملاقات میکنم، کلام خدا میگه در حضور اون کمال خوشی هاست، از اون قوت میگیرم، از اون قدرت میگیرم و میگم میستیم، نه تنها به امید این که بگیم کلیسا رو خواهیم داشت، بلکه ایمان داریم از این دوره میگذره و جمعیت کلیسای ما چندین برابر خواهد شد. خدا ما رو برکت میده، شبکه ما روی ماهواره خواهد بود، کارهای بزرگتری انجام میدیم. امروز زمانی نیستش که من با ترس و نگرانی فرار کنم، امروز زمانی هست که در حضور خدا به تدبیرهای نیکو بتونم رویای خدا رو عملی بکنم، نه سکوت کنم، نه اعلام خستگی کنم، نه اعلام شکست کنم، بلکه اعلام پیروزی کنم که ما در خداوندمون پیروز هستیم. تو نیز اعلام کن هموطن عزیزم که من در خداوند پیروز هستم. اعلام کن تا تمام صداهای منفی از ذهن تو دور بشه و قوت خداوند نیز در تو عمل کنه. بله؟ آمین. روی خود را از من مپوشان و بنده خود را در خشم برمگردان. تو مددکار من بوده ای خداوند، ای خدای نجاتم، مرا رحم کن و ترک من ما. چون پدر و مادرم مرا ترک کنند، آنگاه خداوند مرا بر می‌دارد. آمین. ای خداوند، طریق خود را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما. مرا به خواهش خصمانم مسپار، زیرا که شهود کذبه و دمندگان ظلم بر من برخاستند. اگر باور نمی کردم که احسان خداوند را در زمین زندگان ببینم، برای خداوند منتظر باش و قوی شو. هللویا. و دلت را تقویت خواهد داد. آمین. بله، منتظر خداوند باش. آمین. 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 نکته بعدیش این هست، نکته هشتم، که بیابم ببینم
ثمره ایمانت رو ببین، آنچه را که در غلاطیان 5:22 اعلام میکنه که خوشی و شادمانی و تواضع و فروتنی هستش. و مجال ترس و نگرانی به خودت نده. عنوان خادم خدا نترس، عنوان عضو کلیسا نترس، یک ایماندار نترس، خدا با توست. اتفاقا امروز روز امتحانه، امروز روز آزمایش کشیش هاست، روز امتحان خادمی خدا هست که کجا ایستادن. وقتی که کلیسا همه چیزش خوب هست، اعضای کلیسا همه هستن، ده یک همه میدن، هدایا میدن، خادمین رو میان، پس این که نمیتونیم بگیم امتحانه. ولی وقتی که مثل امروز چنین سختی هست، کلیسا خالی میشه و چه بسا خیلی ها ده یک ندن، هدایا ندن، رابطه دیگه نداشته باشن. اگر یک خادم این گونه به ایسته، حالا نشون دهنده ایمانش هست و نترسه و ایمانش رو نه به انسان بلکه به خدا نشون بده که خداوند من ایستادم، نه فقط در زمانی که همه چیز خوبه، حتی اگر توی دنیا هر چیزی بد باشه، خداوند من ایستادم و من به تو اعتماد میکنم. و هوشیار باش ایمان داره عزیز، مبادا در روزهای امتحان کم بیاری، باقی بیاری، پشیمون خواهی شد.